نام یاد خدا و درود و سلام و وقتتان بخیر. به سرویس خبرهای ساعت 5 از مهتاب خوش آمدید. امروز چهارشنبه 30 سنبله سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 21 سپتامبر سال 2022 میلادی. ابتدا سرخط خبرها. مقرره های جدید به دستور رهبر امارت اسلامی در کابینه. بر اساس حکم هبت الله خونزاده تعداد از مقام های طالبان از یک موقف به موقف دیگر تغییر و تبدیل شده اند. راه اندازی برنامه جدید آمریکا برای حمایت از زنان افغانستان. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه گفته است که این کشور با متحدان و شرکای خود از طریق دیپلماتیک به زنان افغان در عرصه‌های مختلف کمک می‌کند. سقوط یک کودک دختر در چای آب در هلمند. منابع محلی میگویند که یک کودک دختر در ولسوالی نادعلی هلمند به داخل چای آب سقوط کرده است. و تشکیل تخصص پزشکی برای بررسی علت مرگ مهسا امینی. به گفته مقام های وزارت داخله ایران، برای بررسی علت درگذشت مهسا امینی یک کمیته پزشکی تشکیل شده است. من خیرالله شجاع هستم با مشروع خبرهای این ساعت. امروز 21 سپتامبر برابر است با روز جهانی صلح. کشورهای جهان همه ساله از این روز تجلیل به عمل می آورند. دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی صلح گفته است که در بسیاری از مسیرهای صلح با شکست مواجه می شوند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در توییت به مناسبت روز جهانی صلح از همه شهروندان و دولت‌های جهان خواسته است که در راستای تأمین امنیت صلح تلاش کنند. گوترش برای میلیون‌ها نفری که امروز در جنگ زندگی می کنند آرزوی صلح کرده است. بر اساس حکم هیبت الله خونزاده تعداد از مقام های طالبان از یک موقف به موقف دیگر تغییر و تبدیل شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در توییت فهرستی از تقرری های جدید را نشر کرده است. بر اساس این فهرست، رهبر امارت اسلامی مجموعاً 13 مقام را در سطح مرکز و ولایت از یک موقف به موقف دیگر تعیین کرده است. یکی از تبدیل‌های اساسی، نورالله منیر سرپرست وزارت معارف از این سمت برکنار و به جایش حبیب الله آقا رئیس کنونی شورای ولایتی قندهار به حیث سرپرست وزارت معارف امارت اسلامی تعیین شده است. در تقررهای دیگر، مولوی محمد حسن هاشمی معین پیشین تأمینات وزارت داخله به جای ملا محمد شعیب آخون والی پنجشیر تعیین شده و شعیب آخون والی لوگر شده است. همچنان مختوم عالم از فرماندهان پیشین این گروه فرمانده امنیه ولایت غزنی و مولوی نجیب الله بدخشی فرمانده امنیه لغمان شده است. وزارت خارجه آمریکا گفته است که این کشور با متحدان و شرکای خود از طریق دیپلماسی به زنان و دختران افغان در عرصه‌های مختلف کمک می‌کند. آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا این سخنان را در نشست زیر نام اتحاد برای مقاومت اقتصادی زنان افغانستان در نیویورک بیان کرده است. هدف از ایجاد اتحاد تسریع تجارت و فعالیت‌های بشردوستانه برای پیشرفت زنان اشتغالزای و ایجاد فرصت‌های آموزشی در افغانستان گفته شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی وزارت خارجه آمریکا نشر شده است، قول بلینکن آمده است که اتحاد تقویت اقتصادی زنان افغان نخستین ابتکار در نوع خود است که در 5 سال آینده به 1 میلیون زن در افغانستان در بخش‌های مختلف از جمله آموزش زیر بررسی و پوشش قرار می‌دهد. به گفته بلینکن، با در نظر داشت قیود شدیدی که امارات اسلامی بر زنان تحمیل کردند، انجام این کار مشکل خواهد بود، اما آمریکا متعهد است که تا زمینه حمایت از زنان در افغانستان را به صورت مسئول فراهم کند. مسئولان محلی امارت اسلامی در ولایت هلمند میگویند که یک دختر کودک در ولسوالی نادعلی این ولایت به داخل چای آب سقوط کرده است. محمد قاسم ریاض، معاون ریاست اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی در هلمند، میگوید که این کودک صبح امروز در منطقه شنه جامی ولسوالی نادعلی در داخل چای آب سقوط کرده است. ریاض افزود که کودک هنوز زنده است و تلاش ها برای نجات او ادامه دارد.
قدرت الله رحمانی مدیر عمومی حکومتداری شهرداری شبرقان میگوید که اداره در یک سال پس این از دو منبع درآمدزای ثابت و غیر ثابت بیش از 28 میلیون افغانی درآمد جمع‌آوری کرده و بیش از 16 میلیون افغانی را به مصرف رسانیده است. به گفته مدیر عمومی حکومتداری شهرداری شبرقان، آغاز کار ساختمان دو مارکت، جغل‌اندازی دو کیلومتر سرک و بازسازی بختی پارک شهر شبرقان را از فعالیت‌های بخش انکشافی این اداره محسوب و به زودی کار برخی از پروژه های دیگر نیز آغاز می شود. و خبر اخیر این که به گفته مجید میرحمدی، معاون امنیتی انتظامی وزارت داخله ایران، برای بررسی علت فوت مهسا امینی یک کمیته تخصصی پزشکی تشکیل شده است. آقای میرحمدی گفته که این کمیته متشکل از رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، ریاست سازمان نظام پزشکی کشور و نماینده سه انجمن علمی جراحی، رادیولوژی و قلب ایران است که همه آنها مربوط به بخش خصوصی هستند. او همچنین گفته که همه دوربین‌های شهری در مسیر تردد مهسا امینی بازبینی می‌شوند و منتظر ارسال فیلم‌ها از دستگاه‌های مسئول در این وزارت هستند. این بود خبرهای این ساعت که تقدیمتان کردیم. از توجه و همراهیتان جهان سپاس و ممنون. حالا از شما دعوت میکنم که نشانه های ما را در صفحات اجتماعی مانند فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. وقت بر شما خوش. الله نگهدارتان.